من با پروانه نمایش رفتم توی جشنواره. خب حداقل این یه فیلم که باید آره ممیزی نمیشه و بله. دقیقا همین فیلم. بعد که من از آقای خضایی باز بیشتر در واقع با ایشون به قول معروف چالش کردم و ایشون گفت خب دوستان نظرشون این بوده که این فیلم تلخه. گفتم خب تلخ باشه، مگر کم مسئله توی کشور ما هست که تلخه؟ سیاه نمایی که نیست، تلخه. و اساسا چرا ما نباید تلخی ها رو بیان بکنیم؟ خیلی چیزا تلخه. برین مطبوعات رو ببینین، این گفته های همین تلویزیون رو نگاه بکنین، هر روز از یک موضوع تلخ پرده برداشته میشه. متاسفانه من حالا نمیخوام وارد حیطه های موضوع غیر از سینما بشم، ولی اتفاقا من معتقدم که تلخی ها باید بیان بشه تا یه راهی براش پیدا بشه. یک وقت ما یه چالش های درون حاکمیتی داریم، اون ربطی به ماها نداره، ربطی واقعا هم نداره به فیلمساز. فیلمساز باید سیاسی به معنی اخصش نباشه، حزبیش نباشه، حزبیش نباشه. بله بله. ولی اتفاقا در مسائل اجتماعی ما باید اجازه بدیم همین جوان ها، همین آقای نقی نعمتی بیاد. ایشون میخواد الان زندگی بکنه. این دنیای امروز کشور ما دست همین جوان هاست و باید اینها نظراتشون رو بگن. اینها باید تلخی ها رو بیان بکنن و حالا آدم های فرهیخته، آدم های استاد، آدم های فهمیده و به قول معروف در یک کلمه عالم بیاد و اون تلخی ها رو بررسی بکنه، راه برون رفت براش ارائه بده. هرچی، هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده. خب اگر چی چنینه، چرا ممیزی به این صورت میگیره؟ اون هم تو جشنواره. من خیلی امیدوار بودم که آقای خضایی وقتی که دبیر شد، گفتم خب شاید بعد از سال هاست که دبیر جشنواره یک فرد دولتی نیست دیگه و در واقع یک فرد مستقلی است و با شجاعتی که از ایشون سراغ دارم و سراغ داشتم که در خیلی جا انصافا تو همین جشنواره هم ایستادگی کرد و من ازش تشکر میکنم. ولی خب چرا حالا در این مورد این اتفاق افتاد؟ این چیزیه که من فکر میکنم واقعا باید توضیح بدن دوستان. قصه چرا میگن تلخه؟ تو چی نوشتی؟ بلکه کسی فیلمو نایده توضیح بده از اینجور قصه. حقیقتش این تلخیه، من قبل از اینکه این فیلمو شروع بکنم، من فیلم نامه طنز دادم، خیلی هم پرفروشه و احتمال داره که انشاءالله قسمت باشه سال دیگه بسازم. باید ببینیم که این تلخیه، من جوون که باید درباره عشق فیلم بسازم، من که مملو از من چه میگم، من نوعی ما جوون هایی که مملو از انرژی هستیم، باید از عشق، از زندگی، از امید فیلم بسازیم. چرا این دوستان نمیان یه آسیب شناسی بکنن؟ چرا سازن؟ فیلم تلخ میسازن؟ مگه این آسیب شناسی درسته؟ بله، باید آسیب شناسی بشه. به اعتقاد من آسیب شناسی بشه سینما ایران. دلایل ساختن این فیلم ها معلوم شد. فیلم ساز 60 ساله داره فیلمش امیدوارانه تر از من جوونه. ببین چیکار کرده این جامعه با ما جوون ها، چه نوع برخورد های با ما ها شده که نگاهمون اینقدر جزنده و تلخ شده. و آیا منی که دارم انتقاد میکنم و این تلخی هم به نظرم تلخی جزنده ایه، نه سیاه نماییه، تلخی جزنده ایه. و آیا منم دارم اینو نشون میدم، آیا به جای اینکه برین شما ریشه های اون موضوع تو فیلم مطرح میشه اونو باید آسیب شناسی بکنین و بخوش کنین، به جای اینکه شما اون ریشه رو بخوش کنین، میگن خود فیلمسازو داره بایکوتش میکنه، این چه طرز تفکر کودکانه و ببخشین احمقانه ایه. البته خب حالا واژه تکرار چیزی باشه بالا... درست نبود ولی نه کلی هستم، بس خطابم به کسی نیست، بس کسی نیست، بس کلی به خاطر همین من دوست دارم، من دخترم داره توی منشه زندگی میکنه، من دوست دارم در برش فیلم امیدوار کننده رو ببینه. حالا قصه چیه؟ توضیح بده، چون فیلم بتونیم ساعت یازده. قصه سه تا دخترن. بعد از به خاطر شرایط محدودیت های اجتماعی اینا دوست دارم از یه چیز مرزهای زمینی فرار کنم و از کشور خارج بشن و میرن دم مرز، سرشون به سنج میخوره، یعنی یه جوری پشیمون میشن. مهاجرت رو دارید؟ بله مهاجرت، ولی پشیمون میشن و یه اتفاقاتی براشون پیش میاد و این یه آسیبی که من احساس میکنم، من همه دوستام دارن از این مملکت خارج میشن و من اینو میبینم به عنوان هیچ ایرانی. چرا دلیل این مهاجرت رو تو قصت داری؟ دلیل صرفا اشاره نمیشه ولی میتونه دلایل های مختلفی باشه. چون ما میخواستیم اشاره به یک موضوع و به یک شخصیت بکنیم، خیلی محدود. یک شرایطی رو میخوای بگی؟ تو هیچ از این شرایطی در هستش برای این دخترها؟ دخترها از طبقه فرهنگی چی هن؟
باسوادن، روشن فکرن، نه چی. یه چیشون اصلا دانشجوی دکترا هست، قشهای مختلف جامعه هستن، قش پایین جامعه هست، متوسط جامعه و یه چی هم دانشجوی دکترا هست، دادن کشور خارج میشن و ما اینا از کشور خارجشون میکردیم. بله حق با دوستان بودن، میگفتن شما دارین وطن فروشی میکنین، ولی ما اینا میرن و سرشون به سنگ میخوره و این تلخی تلخی جزنده. من نمیتونستم که هپی اندش بکنم فیلمو و بگن چه خوب همه دوست دارن، چه خوب بدن. نه خب نه، منظورم اینه که وقتی تو میگی تلخه تلخی مهاجرت داری بررسی میکنی، دلایل مهاجرت رو به حالت فیلمساز وظیفش راه نشون دادن نیست، نشون دادن مشکله، حل مشکل نیست. بله. که تو مشکل نشون میدی. بله 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 بله. ما داریم میگیم که آقا این حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، تو تحقیقاتش موقع فیلم نامی داشتیم، پس از انتخابات در از یک ماه 8600 نفر از مرز ترکیه از مملکت خارج شدن و این درده. و یکی دو تا از دوستای من این اتفاق افتاده براشون. چرا اینا تو مملکت خودشون نباید آستین بالا بزنن، مملکت خودشون رو بسازن؟ چرا باید بدن یه مملکت دیگه رو بسازن؟ و اون کسی که این شرایط مهاجرت رو برای اینا فراهم کرده، چرا تو فیلمت هست؟ بله آخرش با سوال، با تردید، با یک پایان بلا تکلیفی فیلم تموم میشه. پایان باز، پایان بازیه و ته سوال ایجاد میکنه. خب ایشالله که ما به موقع نمایش فیلم آخه که اکران کنی آقای شما، آقای شرف الدین عزیز، هر وقت که انشالله به هم تو شما که دیگه بهتر میدونی وضعیت به اکران. خب سخت با این فیلمی که بازیگرت کی، بازیگرت کی هم؟ بازیگرم به اونقدر خوب بازی کردن به اعتقاد من که یکی دو تاشون میتونه چه جدیدن، نابازیگر به اصطلاح خانم، بازیگر تئاترن، بازیگر در واقع بازیگری میدونن، دوره دیدن، دوره های آموزشی دیدن ولی خیلی بااستعدادن. خب الان من چون دیگه موقع نمایشی فیلم با هم صحبت خواهیم کرد، به عنوان آخرین سال برای اکران این فیلمی که الان نابازیگر داری، هیچی هم نداری، پشتیبان هم نداری، سینمای مستقل هم هستی، چجوری میخوای اکران کنی؟ من اکرانش، من نگران اکرانم. آقای دیدنه، این نمایش های خاص رو چه تضاهی کردم و به نظر من اینجا هم به توضیح من بدم چه آقای دورمنش ایدیدی چی ها جشوره کن؟ آخر آره من یه توضیح، الان توضیح میدم. بله من یه توضیح بدم. این من حرفم مثلا چیشو نفهمیدم، سوالتون چی بود؟ نه دیگه ولش کن دیگه، چرا آقای دورمنش و نمایش های خاص آره چون وسطش شورتکاتی اومد و اینا. ببین این جزو نمایش های مخاطب خاص و اکرام بشه و این نمایش مخاطب خاص مخصوص این فیلم هاست. به اعتقاد من برداشت غلطی از این نمایش خاص شده. ببین دو تا سه تا فیلم تو این چند یه ماه اکران شد تو این فیلم ها، چه یکی از فیلم بالا 1.5 میلیارد هزینه شده، حالا من اسم نمیبرم، و این همه شرایط اکران داره، بازیگرای ستاره داره و پروداکشن خوب. ولی ببین ما همیشه بوی پامون رو جردن پوتینمون نندازیم. این که برمیجرد به عدم توانایی فیلم سازش، این فیلم با این وضعیت با این نابازیگرای اکران نمیشه که میدونی تو نمایش خاص. خود نمایش خاص چقدر عجیبت پول گذاشتی؟ چقدر عجیبت پول گذاشتی؟ من به اندازه کافی از این فیلم در میارم. ان در میاری در خارج از کشور؟ مجوز خارج از کشور داری؟ متاسفانه مجوز خارج از کشور نیست. خارج از کشور با مزه زدی، همه میگیم از خارج از کشور در میام، داخل کشور در نمیام، از خارج از کشور در میام. ما مجوز خارج از کشور، من امیدوارم آقای سجاد به قولای دادن چیزی قولشون نزنه. خب یه تصاویری تو از کن آوردی، اینم ببینیم. می‌خواستم این رو بگم که من وقتی دیشب نمایش فیلم قلاده‌های طلا کنسل شد، ملغا شد، خیلی ناراحت شدم. یعنی واقعا در تالار، در اینجا، در اینجا، و خیلی بهم برخورد. آخه یعنی چه؟ چرا باید دبیر جشنواره زیر فشار هر جایی قرار بگیره؟ هر جایی جوری، هر جایی نگو، هر جایی، هر کی، هر کی، هر کس اصلا باشه. بالاخره ببینید ما داریم یک جشنواره برگزار میکنیم، اساسا ما داریم توی حیطه سینما داریم فعالیت میکنیم. درست سینما یک ارتباط تنگ و تنگی با عالم سیاست داره، ولی به هر جهت یک الزاماتی هم خودش داره. و خب من یه دفعه میبینم که این فیلم ملغا میشه، منتفی میشه نمایشش. تحقیق میکنم، میپرسم، میگن که خب یه صلاح ندیدن که این فیلم مثلا حالا به لحاظ شرایط سیاسیش یا اون موضوع سیاسی که داره در واقع در اینجا اکران بشه. خب من این عکسایی که آوردم، این تصاویری که من به شما دادم، این مال جشنواره. خب نشون بدید تصاویرم، ببینید شما توضیح بدید، عکسارو ببینید. در جشنواره کن، بله بله، یک فیلم سیاسی نشون میدادن، مال الجزایر، مال الجزایر بود. و
اتفاقا مردم ریختن جلوی سینما و سر و صدا کردن، خود فرانسوی ها داد بیداد برخورد فلان، بلافاصله گارد اومد، پلیس ضد شورش اومد، دیدید با همون لباس های عجیب غریبشون یا اون ماشیناشون ببینید، و تو همین ماشینی که ایشون تکیه داده اون سپر و کلاخود و یا باتومش که در الان میبینید اینها رو، اینها اومدن اونجا و در واقع مردم رو کنترل بکنن، نظم را برقرار کردند و اتفاقا برقرار کردند. و وقتی که مردم دیدن پلیس وارد شده، پلیس ضد شورش اومده، یا حتی مثلا با اسب اتفاق میافتاد، خیلی جالبه. بله اینجا اتفاق میافتاد، با اسب اومده پلیس توی خیابون داره اما شرایط نمایش یک فیلم رو به هم نزدن. یعنی اومد اون فیلم سیاسی در اونجا اکران شد و مردم اومدن دیدن، حالا یه تعدادی هم شاید میخواستن یه از آب گلم ماهی بگیرن هرچی، ولی بالاخره هر کسی کار خودش انجام داد. آقای چی واقعا من اونا آدم شجاعیش میدونم، آقای طالبی، نه آقای خزایی، آقای خزایی، و یه جاهایی هم ایستادگی کرده، من خبر دارم و دمش هم گرم. اما بالاخره ما انتظار داشتیم که این فیلم رو در اینجا ببینیم با حالا انشالله پنجشنبه شب ساعت 12 شب آخر شب میبینیم. خب حالا میام خودش معنی داره، آخر شب میبینیم. پس بنابراین این رو بدونین، اصلا من خودم وقتی که این اونجا این پلیس رو دیدم، البته دلایلش این، من فکر نمی‌کنم دلایل لغوش این نکته بود که شما توضیح دادید تا اونجایی که حالا من اطلاع دارم، ولی امیدوارم که حالا به حال این نکته هم گفتی نکته نه من قابل تحمل بگم. من وقتی که اونجا این فیلم رو دیدم اتفاقا با خود نقی بودیم، گفتم که نقی ببین اگر یه همچی اتفاقی توی ایران میافتاد چه بامبولی درست میشد، رسانه ها این طرف اون طرف، مجلات چی میزدن، چه علیه کشور فرانسه هم بود. خیلی خب من مجبورم چون وقتمون کمه صحبت را قطع کنم.